به نام خداوند بخشنده مهربان شما را خوش آمدید میگیم به درس صد و دوم مضمون ریاضی سنف ده در این درس ما و شما فصل پنجم را آغاز میکنیم که در مجموع تطبیقات بخش مثلثات را در بر میگیره بحثی که وجود داره این است که ما و شما در فصل قبل که فصل چهارم باشد موضوعات کلی در مورد مثلثات را خواندیم یعنی از شناخت زاویه واحدهای اندازه‌گیری زاویه تا نسبت‌های مثلثاتی و روابط بین نسبت های مسلساتی مفاهیم اساسی بودن در مسلسات که ما شما در فصل قبلی یا بگیم فصل چهارم خواندیم او مفاهیم را اگر مشکل داشته باشین باز هم مرور کنین به خاطر از ای که مفاهیم اساسی بعدا به صورت دائم استفاده میشه وقتی شما مفاهیم اساسی را مشکل داشته باشین قطعا در مفاهیم پیشرفته یا تطبیقات به مشکل برمیخورید. بنان فصل قبلی را هر جایی که مشکل دارین ببینین باز هم برنامه رو تکرار ببینین باز هم رویش کار کنین میتونین برنامه را از طریق و تلگرام و کانال یوتیوبی که بر برنامه وجود داره از اونا دریافت کنین یا از طریق تلویزیون هر رقمی که امکان داره و هر رقمی که بر شما قابل دسترس باشه میتونین که برنامه را دوباره ببینین هر جایی که مشکل داشته باش مشکلاتتان را حل بکنین به خاطری که در تطبیقات مثلثات ما و شما او مفاهیم را باید داشته باشیم تا ای که بتانیم موضوعات بیشتر را به اصطلاح پیش ببریم یا بگیم رای حلش را دریافت کنیم و یا موضوعات بیشتر را در کل یاد بگیریم پس بحث مربوط به مفاهیم خیلی زیاد مهم بود بر ما شما که باید شما یاد داشته باشین اما از درس امروز ما و شما فرمول های جمع نسبت های مجموعی دو زاویه را میخوانیم فرمول های جمع در دو زاویه که ما شما میشه داشته باشیم و حاصل جمع دو زاویه را به اصطلاح داشته باشیم بعد نسبت مثلثاتی رو بخوایم دریافت کنیم این موضوعی درس ما و شما است که تلاش میکنیم موضوع را به صورت واضح بر شما بیان کنیم تا شما بتونید مسئولت یاد بگیرید پس آغاز درس امروز ما شما و شما از فصل پنجم و تطبیقات مثلثات هست که خیلی موضوعی مهم است یک تصویر در اینجا شما می‌بینید که در اینجا گفته ای زاویه A ای هست یعنی هم زاویه B است مجموعی از این دو زاویه هم میشه زاویه A جمع B از طرف دیگر در اینجا ما و شما زاویه دیگه را هم جدا شده داریم که به اندازه زاویه A خواهد بود در اینجا که ما شما جدا شده داریم بعد در این مورد ما و شما بسای زیاد داریم که می‌خوایم در موردش بدانیم انوان با او شما عنوان نسبتا طولانی بود به من به خاطر من خلاصتر نوشته کردم فقط نوشته کردم فرمول های جمع نسبت های مثلثاتی مجموعی دو زاویه این عنوان برای دو سه تا درس هست یا بگیم برای چند درس هست بنان به خاطر من این ای درس را خلاصه گرفتم تا یک بر شما فامیده که درس ما چی را بعد مثل تطبیقات مثلثات که یک فصل هست یا مثلا قوانین نسبت های مثلثاتی زوایای مرکب فرمول های جمع و تفاضل نسبت های مثلثاتی مجموع دو زاویه ای برای به اصطلاح تا درس است و تطبیقات مثلثات برای چندین درس است که در کتاب شما آورده شده ولی درس امروز ما و شما عنوانش فرمول های جمع که تفاضل هم در شامل نیست از نسبت های مثلثاتی مجموع دو زاویه را میخوانیم که چگونه هستند در اینجا گفته آیا درستی رابطه ساین الفا جمع بیتا مساوی با ساین الفا ضرب کوساین بیتا جمع کوساین الفا ضرب در ساین بیتا را نشان داده می توانید یا خیر زوایا را به الفا و بیتا نشان داده که برای شما تبع نو نیست از قبل می فهمید زوایا به الفا بیتا گاما تیتا لمدا و امثال از این ها نشان داده می شود در اینجا ببینید ما و شما یک شکل داریم این شکل ما بحث اولی که در اونجا وجود داره ای است که در اصل ما دو تا زاویه داریم یک زاویه الفا داریم یک زاویه بیتا داریم زاویه الفایی که ما و شما در اینجا داریم توسط رنگ شیرچایی جدا شده بعد اونمو زاویه الفا در رأس بی هم توسط رنگ شرچایی جدا شده بحثی که وجود داره ای الفا و ای زاویه الفا با هم دیگر مساوی هستند از کجا با هم مساوی هستند چرا با هم مساوی هستند زمانی که ما و شما زلهای دو تا زاویه را عمود به هم دیگر داشته باشیم زوایای جدا شده او دو تا زاویه هم با هم مساوی هستند یعنی خودش یک قضیه هست وقتی ما و شما این زل بی کر عمود داریم بالای زل به با اصطلاح او ک بگیم یا او ایچ و از طرف دیگه زل بی ای را یا بگیم ای بی را عمود داریم بالای زل او زید پس در این صورت این زاویه زید او اچ و زاویه بی او اینا با هم دیگر چی هستن؟ مساوی هستن البته زاویه بی و زاید نه بلکه زاویه زید بی ام زاید او ایچ زاویه زاید بی ام با هم دیگر چی هستن؟ مساوی هستند که هردوش الفا هم نشان داده شده پس اصل موضوع همو هم بود که در اینجا ما شما داریم بعد بس دیگه هم داریم در اینجا که مستطیل جدا شده میفهمین در مستطیل از لا دو با دو با هم دیگر چی هستند مساوی هستند که از جمله وقتی اچ را دریافت کنیم قیمتش مساوی با ام کا هست و اگر کا اچ را دریافت کنیم قیمتش مساوی با ای ام هست یا بگیم قیمت ای, ای ام را دریافت کنیم قیمتش مساوی با که اچ هم میتونه که باشد پس دو تا خصوصیت وجود داره زوای الفا در دو قسمت جدا شده با هم دیگر مساوی هستند بحث اول ما بحث دوم با هم که البته در اینجا مستطیل که ما و شما داریم دو به دو از با هم دیگر مساوی هستند در اینجا برای ما شما امو راهنمایی را که ما برای شما آل یادآوری کردم بر ما آورده و بعد گفته که به اصطلاح یک زاویه که قطع خط او بی را مساوی با واحد جدا میکنیم قطع خط او بی ما و شما کدام است او بی گفته طول از این اندازه واحد هست طول به واحد را ما شما از قبل میشناسیم در کجا میشناسیم؟ در دایره مثلثاتی و در اینجا چون دایره مثلثاتی نیست برای ما و شما گفته شده که طول به اندازه واحد را ما و شما جدا میکنیم یا به اصطلاح بگیم طول به اندازه واحد را ما در اینجا کار داریم اما بحثی که وجود داره بیاین که در ابتدا ما و شما زوایایی را که در اینجا داریم اینا را دریافت بکنیم به خاطری که ما در روی تخته فقط نوشته میکنم بنان به با او خاطر میخوایم که در اینجا خود همین شکل را بر شما بزرگ بسازم تا اینکه این شکل بر شما خوب قابل مشاهده باشه نوشته زوایا را در این تخته انجام می‌دم، بنان از این شکل استفاده میکنیم و زوایا را در تخته کار میکنیم ابتدا میایم ساین بیتا را دریافت میکنم ساین بیتا شما میتونین در شکل ببینین که ساین بیتا مساوی به چی هست؟ زاویه بیتایی که ما و شما در اینجا داریم ساین بیتا را نظر به شکل میتانیم دریافت کنیم که مساوی هست به زل مقابل بر زل مجاور برای زاویه بیتا پس در اینجا زل مقابلش چی است؟ میفهمیم ما و شما که زل مقابل عبارت از زل ای بی هست و البته زل مقابل بر وطر که وطر ما و شما مساوی به او داریم ساین تیتا زل مقابل بر وطر. پس زل مقابل ای بی و وتر چی است او بی هست ای بی بر او بی وتر را ما شما مساوی او بی داریم از طرف دیگر او بی را میفهمیم که به اندازه واحد جدا شده بود پس به اندازه واحد که جدا شده بود ای بی بر یک میشه به نام ای بی بر یک میشه و جوابش مساوی به چی میشه ای بی میشه پس نوشته هم میکنم که ساین بیتا مساوی هست به ای بی یعنی قیمت ساین بیتا مساوی به چی شد مساوی به ای بی یک قسمت که باز بعدا ما شما کار داریم به خاطر بعد داخل چوکات رسمش میکنیم بر شما مشخص باشه حال قیمت کوساین بیتا رو دریافت میکنم کوساین بیتا مساوی است با. زل مجاور بر وتر زل مجاور ما و شما در اینجا بر زاویه بیتا کدام زل است؟ ای او و وطر ما چی است؟ او بی ببینید در اینجا این قسمت تحت زاویه 90 درجه جدا شده یا بگیم قایمه هست بنا زاویه که ما شما در اینجا داریم زول مجاور ما ای او هست زل مقابل هم که قبلا داشتیم او بی در مقابل زاویه قایمه هم می فهمیم است که عبارت است او بی باشد بنا در اینجا زل مجاور ای او تقسیم ای او او تقسیم او بی او بی را می فهمیم که مساوی به یک است بنان ای او بر یک میشه و جواب ما پس مساوی به ای او میشه پس کوساین بی تارم که ما و شما دریافت کردیم مساوی به چی است مساوی به ای او هست حالی میم ساین الفا را دریافت میکنیم البته ای را یک نشانی میکنیم که بر ما و شما بعدا گت نخوره باز از این بشه استفاده کنیم ساین الفا مساوی به چی هست ساین الفا مساوی هست با ظلم مقابل بر وتر خب در اینجا زاوی الفا مشخص است از زاوی بیتا کردم دریافت آسان تر است زل مقابل بر زاوی الفا چی است ای اچ واتر چی است ای او که در اینجا ما شما داریم ای بر ای او پس در اینجا ما شما ای بر ای او را داریم ای بر ای او در اینجا در این قسمت ما و شما برای ای, ای و ای او قیمت ها رو میبینیم چی مطابقت میکنه برای ای, چیزی نداریم باشد سر جای خود پس برای ای او داریم برای ای او کدام قیمت مطابقت میکنه در اینجا میفهم قیمتی که مطابقت میکنه عبارت از چی است عبارت از کوساین بیتا هست پس ما ساین الفا رو دریافت کردیم که ای, بر به اصطلاح کوساین بیتا پس میشه نوشته کنیم مساوی است با ساین الفا از این قسمت مساوات که ما شما استفاده کنیم میشه قیمت ای را دریافت کنیم نظر به چی طرف این وسط این نوشته میکنم ای مساوی است با یا بگه مخرج یک است یک ضرب ای ایچ ای ساین الفا ضرب کوساین بیتا ساین الفا ضرب در کساین بیتا یک قسمتی که بازم هم شما به درد میخوره او را دریافت کرده آل قیمت کساین الفا را دریافت میکنیم قیمت ساین الفا برای شما دریافت شد قیمت کوساین الفا را دریافت میکنیم کوساین الفا زل مجاور بر وتر از قبل میفهمیم کساین الفا مساوی است زل مجاور در زاویه الفا چی است زاویه یا بگیم زول او تا به اچ هست وتر چی است ای او هست او تا به اچ وتر ای او پس ما و شما زل مجاور او اچ وتر را داریم ای او او اچ بر ای پس در این صورت میبینیم که بازم ما و شما برای ای او قیمت داشتیم که ساین بیتا بود پس نوشته کرده میتونیم که او اچ بر ای او ما و شما چی است کوساین بیتا و قیمتش مساوی با چی است از در قد از چی بعد است از کوساین الفا بعد است حال ما اگر بر از این مخرج یک در نظر بگیرم یک ضرب او OH خودش میشه کوساین الفا ضرب کوساین بیتا میشه او OH اچ مساوی است به کوساین الفا ضرب در کوساین بیتایی که به این ترتیب ما شما داریم و پس این را هم نشانی میکنیم که قیمت او OH اچ ما شما کوساین الفا ضرب در کوساین بیتا بدست آمد کدام زوایا را دریافت کردیم ساین الفا ساین بیتا کوساین الفا کوساین بیتا را ما شما دریافت کردیم حالا کدام زوایای دیگر را نیاز هست که دریافت کنیم زوایایی که جمع دو تا به اصطلاح یا بگم نسبت های مثلثاتی حاصل جمع دو زاویه را دریافت می‌کنیم یعنی ساین الفا جمع بیتا و کوساین الفا جمع بیتا رو دریافت میکنیم پس به این ترتیب نشسته میکنم که ساین الفا جمع بیتا الفا جمع بیتا مساوی هست با خب در اینجا ساین الفا جمع بیتای ما و شما کدام زاویه هست؟ ای زاویه هست بینین ساین الفا جمع بیتا زل مقابل از ای چی است بی کا یا ک بی واتر چی است او بی ببینید زاویه 90 درجه در این قسمت جدا شده ساین الفا جمع بیتا ما شما در مقابلش زل قایمی که وجود داره به اصطلاح ک بی هست و واتر هم که مشخص است او بی هست بنابراین ک بی بر او بی یا بگیم بی کا بر او بی بی کا بر او بی در اینجا می‌بینیم که برای او بی ما شما قیمت داریم او بیم و شما قیمتش مساوی با چی بوده؟ ببینین که ما در اینجا ساین بیتار را داریم ای بی کو ساین را داریم ای او به همین ترتیب ای اچ ما شما ساین الفا ضرب کو ساین بیتا است او اچ ما و شما الفا ضرب در ساین بیتا است که در اینجا برای بیکا و برای او بی برای فعلا قیمت نداریم ولی قیمتش قابل دریافت هست ببینین در اینجا ما شما برای او بیکا البته که داشتیم بعدا میشه که بازم دریافت کنیم و برای OB که البته قیمتش میفهمه مساوی به یک است از قبل پس بنا جواب ما و شما مساوی با بی کم میشه او بی را شما قیمتش ما که قبلا گفتم داریم قیمتش مساوی با یک بود بنا پس مساوی با بی کم میشه پس ساین الفا جمع بیتا مساوی هست با بی که, که به این ترتیب میشه نوشته کنیم ساین الفا جمع مساوی است با بی کا یک قسمت دیگر باز هم شما دریافت کردیم یا بگیم به ثبوت ما نزدیکتر شدیم آلی کوساین الفا جمع بیتا را دریافت میکنیم کوساین الفا جمع بیتا این بار زل مجاور بروتر زل مجاور ما شما چی است برای کوساین الفا جمع بیتا اوکه هست تقسیم چی؟ تقسیم او بی زل مجاور بروتر اوکی بر او بی او که تقسیم او بی او بی یک داریم جواب شما مستقیما خط او میشه پس کوساین الفا جمع های ما مساوی است به او که که به ترتیب ما شما دریافت کردیم ایره هم به اصطلاح داخل چوکات میگیره میشه که بعدا نیاز شد باز از پیش ما شما گد نخورد اما بسی که وجود داره در زاویه الفایی که در اینجا ما شما داریم ساین و کوساین را در اینجا هم نیاز داریم که از جمله قیمت زله. به اصطلاح بی را نیاز داریم و قیمت زل AM ام را نیاز داریم بنان ای به این ترتیب پس اول ساین الفا را دریافت میکنم بعد کو ساین الفا را این را با رنگ دیگه کار میکنم ساین الفا مساوی است به زل مقابل بر وتر یعنی ای ام بر, ای بی. ای ام بر ای ام بر بر AB که به این ترتیب AM ای ای ام بر AB میشه و در اینجا ما شما قیمت AM ام بر ای بی را داریم که زل مقابل بر ای بی مو شما واتر هست البته قیمت که ما شما در اینجا داریم بر ای بی قیمت چی را داریم؟ ساین بیتا را داریم پس به ایوز ای بی نوشتم میتونیم که ساین بیتا بنان جوابش میشه ای ام بر به ایوز ای بی چی نشته کنم؟ ساین بیتا پس ای مساوی به چی است؟ ای مساوی است به ساین الفا بازم طرف این ای کنیم جواب ما شما ام مساوی با ساین الفا ضرب در ساین بیتا بعد اسمه این یک قسمتی که ما شما دریافت کردیم و به اصطلاح به این ترتیب نیاز داشتیم آلی قیمت زول مجاور بر وطر کوساین الفا را دریافت میکنیم بی ام بر ای بی بی ام بر ای بی بی ام را ما شما در اینجا داریم که البته ابتدا میخواهیم کوساین الفا را دریافت کنیم کوساین الفا مساوی است به بی ام بر ای بی که ما و شما داریم قیمت ای ما مساوی با چی بود؟ ساین بیتا بود پس بناهن بی ام بر سا... کوساین... البته ساین بیتا قیمت ای است بی ساین بیتا جوابش مساوی با چی است؟ مساوی با کوساین الفا این قسمت را طرفین این وسط میکنیم قیمت بی ام ما و شما مساوی است با ساین بیتا ضرب در کوساین الفا ساین بیتا ضرب در کوساین الفا یا بگیم کوساین الفا ضرب در ساین... بیتا که به این ترتیب شما میتونستیم دریافت کنیم بسی که وجود داره در اینجا قیمت ای ایم شما قیمت ای, ای ام مساوی با که هست و قیمت بی ام ما شما که در اینجا البته قیمت ای ام را مساوی با که داریم پس یک باری نشانی میکنیم نوشته میکنم قیمت ای, ای ام مساوی با چی مساوی است با که یک قسمت مشکل ما حل شد و از طرف دیگر قیمت دیگه که ما شما در اینجا داریم قیمت ای ای شما که از قبل دریافت کردیم روی قیمت به اصطلاح ساین الفا ضرب بیتا ای مو شما مساوی به ام ک هست پس این را هم در اینجا نشانه میکنیم که ای مو شما هم مساوی به چی است مساوی به ام که هست در این قسمت ام را میشه داشته باش پس در اینجا حال کار که میکنیم چی است میاییم زاویه ساین الفا جمع بیتا را میبینیم مساوی به چی میشه ساین الفا جمع بیتا مساوی به چی است در اینجا ما شما از قبل داریم ساین الفا جمع بیتا مساوی هست به مساوی به چی شد بالاخره مساوی به با بی ک شد بی ک به این ترتیبی را ما شما دریافت کردیم بیاین در شکل ببینیم که بی ک شامل کدام قطعات هست ساین الفا جمع بیتا زل مقابل بروتر وتر بی از دو قسمت تشکیل شده یک قسمتش بی ام است دیگه ام ک است بی ام ام ک به ساین ال... به عوض بی که نوشته میکنم بی ام جمع ام که. در اینجا قیمت هایی که داریم چی است ساین الفا جمع بیتای ما مساوی است بی ام قیمتش چند است؟ خب بی قیمتش ساین بیتا ضرب کو ساین الفا است قیمتش چند است؟ ام را از قبل داریم که قیمتش مساوی هست به ام که البته قیمتی که ما و شما در اینجا داریم قیمت ام که ما مساوی با ام اچ است البته ساین الفا ضرب در کوساین بیتا هست پس ام کار اول نشته میکنم ساین الفا ضرب کوساین بیتا جمع به عوض بی مال قیمت نشته میکنم کوساین الفا ضرب ساین بیتا چون ضرب و جمع دارای خاصیت تبدیلی است بسیار با بس سرعت میشه به این ترتیب شما تبدیل کنید به این ترتیب کوساین الفا جمع بیتا مساوی با چی شده بود مساوی بود با اوکه اوکی okay, ما و شما قیمتش نظر به شکل مسایبه چی شده میتونه ببینین اوکی okay, ای قسمت است از او تا که. پس میشه او OH اچ را ازش که اچ را تفریق کنیم اوکی okay, باقی میمانه یعنی او OH اچ منفی که اچ او OH. اچ OH او منفی که اچ در اینجا برای او OH اچ ما و شما قیمت داریم که ببینیم او OH ما و شما مساوی چی است کوساین الفا ضرب کوساین بیتا قیمت که که ایچ ما شما مساوی چی است ساین الفا ضرب ساین بتا پس اول او ایچ OH نوشتم میکنم بعد از او که ایچ میکنم کوساین الفا ضرب در کوساین بیتا قیمت او OH ایچ است کوساین الفا ضرب در کوساین بیتا منفی قیمت که موشما ما شما چی است ساین الفا ضرب در ساین بیتا ساین الفا ضرب در ساین بیتا که به این ترتیب مو شما نسبت های مسلساتی ساین و کوساین را دریافت کردیم تانجنت را چطور میتونیم دریافت کنیم؟ ساین الفا جمع بیتا را تقسیم کوساین الفا جمع بیتا میکنیم تانجنت الفا جمع بیتا دریافت میشه بسیار به سهولت بعد صورت مخرج اگر مقدار تغییرات خورده رزه یک است میشه ما شما رو بیاریم و تانجنت الفا جمع بیتا را هم ثبوت کنیم درس امروز ما در اینجا پایان میرسد و درس بعدی که بعدا مثال های از کار میکنیم و تانژنت را کار میکنیم همه شما را به خداوند بزرگ موفق باشه.